شهروندان تاجیکستان را در روسیه کی میکشد؟ کی شهروندان تاجیکستان را میره باید؟ کی با ریس های مخصوص ناراضیان را از مسکو به دوشنبه میفرستد؟ نام ها نام ها نام ها لطف الله محمدیوف، شهرت یخشمرادوف، مصطفی احمدوف، حاجی جبار قربانوف، حاجی سمد، حاجی بیان و ده ها حاجی های دیگر. در مسکو واقعا یک ولایت نوی تاجیکستان تبدیل شده است که تخمینا آن را می توانیم ولایت عربکشان نامیم و از بزرگترین ولایت های تاجیکستان همین ولایت عربکشان است. بودجه تاجیکستان از حساب همین عربکشان است. زندگی شاهان و وزیران تاجیکستان از حساب همین عربکشان است و زندگی هم در تاجیکستان در هر خاندان به خاطر همین عربکشان میچرخد. کی کرامت شریف را دزدید و به دوشنبه برد؟ عزت امان را کی دزدید؟ آخرین حادثه ها امردین علاوت شایف و چهارشنبه را چی تر به تاجیکستان بردند و چرا؟ چرا در روسیه یک گروهی هست که میتواند به آسانی هر یک آدمی که برای آنها پسند نیست برای 40 سال یا 50 سال استرداد کند؟ چرا در محبس های روسیه بیش از 10,000 بیش از تصور کنید بیش از 10,000 شهروندان تاجیکستان امروز زندانی اند؟ چرا از اینها کسی نمیگوید؟ در همه این نام ها، در همه این سلسله ها، کشتار ها، قتل ها و رزبار ها، یعنی جنجال های خونین، همیشه یک نام پیدا می شود و این نام حاجی جبار، نام اصلیش عبدالجبار قربانوف است. تا کدام درجه او را که بعضی ها شاه عربکشان، بعضی ها پادشاه غلامان می نامند اینقدر نفوذ پیدا کرده است؟ اگر شما به این سلسله گوش اندازید و در بخش های آینده از بسیار سرها، از بسیار رازهای مخوف انشاءالله آگاه خواهید شد. اینجا برلین و من داداجان یتاولا. درود بر شما هموطنان عزیز. این تحقیقات یا راستی سنجی هرچی میخواید بنامید چندین سالها ادامه داشت و خودم شاهد بسیار حادثه های بودم که خدا را شکر زنده ماندم و امروز میتوانم که برای شما شهادت بدهم که چی شد و چی گذشت. یکی از شخص های کلیدی در عالم جنایی روسیه، یعنی عالم جنایی تاجیکستان در روسیه، شهرت یخشمرادوف است. شهرت یخشمرادوف را من میتوانم یکی از همنشینان و دوستان خود بشمارم. من با او بسیار واخورده بودم و یک پدیده عجایبی بود. پدر شهرت مراد سعیدوویچ یکی از راهبران کمندی در آن وقت مشهور فوتبال پامیر بودند و مادرش که بعضی ها به نام سنا و یا سانیه خاله نام میبرند، معلمه زبان نمیسی و انگلیسی است و شهرت پسر یگانه آنها است. مادر شهرت در خاروخ تولد شدند و از قرغیز تباران بدخشان هستند. او دانشگاه طبی تاجیکستان را خلق کرده است. خیلی چی بود؟ خیلی جوانی هوشیار و بیدار بود. من غایبانه با او هنوز وقتی که در دوشنبه بود شناس شده بودم. او همیشه برای من حجت ها، دلیل ها، سند ها را درباره خیانت ها و درباره بازداشت ها در تاجیکستان، درباره قتل عام مردم بدخشان برای من خبرها میداد که این خبرها را من به هیومن رایتس واچ، میژنرال امنیستی و دیگر سازمان های بین الخلقی بفرستم. بعدا ما با او در مسکو واخوردیم و شناس شدیم و مناسبت خوب بین ما پیدا شد. شهرت در مسکو وقتی شهرت یافت که یک گروه چچن هایی که به آفیس حبیب سنگینوف
وارد شده بودند و تهدید میکردند که برای اونها دولت یعنی از یک قسمی درآمدش را دید روز دیگر اونها برای پولگیری میبند که شهرت یک مرادوف با افتمت این چچن ها رو این اوباش ها رو میپروند که ملتشان چچن بود و این واقعا نام شهرت بسیار در سرخط رسانه ها کرده بود و آبرویش هم در بین گروه های جنایی خیلی و خیلی مشهور شده بود. امروز نقل من در باره شهرت یخشمرادوف است. نام های دیگری که من امروز به زبان آوردم در باره سرنوشت آنها، در باره قسمت آنها، در باره نفوذ آنها بعدا به شما قصه خواهم کرد. و حالا با یک جهان علم به شما میرسانم که افسوس که شهرت یخشمرادوف کشته شد و من در مرگ خودم را گناهگار حساب میکنم، زیرا یکی از سبب هایی که شهرت کشته شد من به این باور دارم این همان سپارش گرفتنش از طرف یکی از وزیران حکومت تاجیکستان درباره از بین بردن من بود و تا واخوری با من شهرت از این نقشش و بسیار آدمان از جمله خبرنگاران روس و بعضی تاجیکانی که مرا میشناختند نقل کرده بود و معلوم است که این خبر تا سپارشگران در دوشنبه رسید. بعد مرگ شهرت یخشمرادوف ناخواست برای من یک تلفن ناشناس شد. من گوشی را گرفتم که یک نفر خودش را مفتش معرفی کرد از سلیتسین کمیتیت روسیه و گفت که من تلفن شما رقم سکایپ شما را از تلفن شهرت یافتم. بعد مرگ شهرت مفتشان تلفن او را میگیرند. من به یک سادگی کردم و به همون مفتش گفتم که در این تلفن گفتم بسیار سیر مهم هست، اگر در تاجیکستان آگاه شوند شاید پیش راه این تفتیشات شما را گیرند. گفت چی سیر اونجا نهان است؟ من گفتم در تلفن شهرت صحبت های من با شهرت و صحبت های همان وزیری که با توسط یاورش با شهرت صحبت میکردن، گپ زنان میکردن که زکست چی شد، دادو جان رو پیدا کردی یا پیدا نکردی، تیزتر این سپارش رو اجرا کنین، همه این گفتوشینی ها در تلفن شهرت یخشمرادوف بود. و مفتش مسکوی دیگر از حیات من غیب زد. من گمان میکنم، من تخمین میزنم که حتما از این تلفن، از این بازیافت مفتش به دوشنبه خبر داشت و به هر راهی نباشد دل او را یافتند. اما این داستان هیچگاه پایان نخواهد یافت. انشاءالله یک گروه از دوستان من در مسکو از جمله به سوی قصد من، از جمله به یک مافیای یک جایه که در آن هم نمایندگان ساختارهای قدرتی روسیه، تصور کنید نماینده های ساختارهای قدرتی روسیه، نماینده های ساختارهای قدرتی تاجیکستان و اوباش ها و آدمکش ها و کلیرها به هم آمدند، حتما این راز را انشاءالله به کمک الهی ما خواهیم کشاد. آخران من یک مدت در چه بودم؟ در شهر انفرپین از حکومت تاجیکستان پنهان می شدم و کسی در انفرپین بودن من یک شهر کوچک در بلژیک است نمی دانست. بعدم پس هم باز تلفن ها شدن، پیام ها که شهرت بسیار می خواهد واخرد. آخران من به این ملاقات راضی شدم. البته قهوه خانه را من انتخاب کردم. همراه من یک نفر نویسنده از روسیه، بعد مخبری مخصوصی یکی از تلویزیون های روسیه در ژاپن و یک بانوی تاجیک همراه من بودند. این سه نفر در آشانه دوم نشستند، من در آشانه یکم با شهرت مخوردم. وقتی که شهرت آمد تنها نبود، همراهش دو نفر بودند و من با آنها شناس کرد. یکی از آنها گفت که این چی است؟ احمد ستولی پروزکان ملتش این گوش همراه او بود. و در پولیشون یک نفر از
چچنهای مقیم بلژیک بود و به ما همین خیلی معرفی کرد. شاید بسیاری ها دانند که بعد جنگ چچنستان خیلی چچنها به اروپا آمده بودن و ما نشستیم در همون اوشون یکم. من یکون چه نفر بودم، برای اینکه برای من خبر آمده بود که برای تو میتونن زهرم بفرستن از تاجیکستان. فقط یک بار سیگار کشی برامدم و وقتی بازگشتم در چی در کیف صحبت نخواست آب خوردم تمام. دیگه اون چه نبود، شوهرت اونجا گفت که ما باید یک صورت گیریم، من باید به زکسچی ها، به زکسچی یعنی به اونهایی که سپارش دادن که توی بازداشت کنیم، باید می عکس فرسانم و ما عکس یک جوایه همراه شوهرت گرفتیم. روز دیگرش هم شوهرت و هم اون چچن و هم احمد ستولی به من پای هم زنگ می زدن که ما می خواهیم که بیرون از شهر بخوریم، در یک رستوران عرب ها در کنار شهر بروکسل، در داخل جنگل یک رستوران است که اونجا چی تیار می کنند، ماهی بهترین، ماهی لذیذترین تیار می کنند، باید همونجا رویم. من دیگر و واقعا خودم خوب احساس نمی کردم و نمی دانم چقدر که مردم ما می گویم پایم نکشید و من گفتم که نه، من رفتن نمی توانم. و با همین شهرت رفت و چیزی عجیب شهرت در همین ملاقات باز یک بار دیگر تاکید کرد که من گفت از تاجیکستان سفارش گرفتم که تو باید از من برم، لیکن گفت من تو احترام میکنم، ما با حکومت تاجیکستان یک بازی میکنیم، من اعلان میکنم که تو رو کشتم، ما عکس میگیریم، بعد این عکس من به زکاسچیک به سپارش دهنده میفرستم، پول به مبلغ 5 میلیون دلاری آمریکایی من میگیرم، بر عوض این سپکتکل یا نمایشنامه تو فقط برای من کمک کن که من در یکون کشوری اروپایی پناهندگی گیرم. واقعا از بس که این صحبت پیشترم بود، روزگی یکی از کشورهای من گرفتگی بودم و باید که شهرت همین سپکتکل یا که عملیات اجرا میکرد و من زنده میموندم، زکاستیک سپارش دهنده آشکار میشد و شهرت صاحب 5 میلیون دلار و حق پناهندگی در یکی از کشورهای اروپایی میگرفت. درباره شهرت همینقدر میتونم گویم که اینا گفتن که این یک اوباش بود یا خولیگان یا مشتن نادرست است. شهرت بسیار دانشمند بود، هم سیاست خوب میفهمید. آدم هیچ وقت باید از حقیقت نگذرد، عدالت از عدالت نگذرد. بسیار دانشمند بود، میتوانست که یک بهترین عضو پارلمان باشد، میتوانست که مثلا یک محافظ حقوق انسان باشد، خیلی چی بود، دانشمند بود. و تا جای میدانم در آیله دانشمند تو در دوشنبه به کمال رسیده است. با همین شهرت رفت به من گفت که وای از بروکسل به دبی پرواز میکنه. همین قصه رو، همین سوی قصد رو شهرت به بسیار آدم ها نقل کرد و این کمبودی او بود، از جمله به بعضی ژورنالیست های روس. من هیچگاه نمیخواستم، نمیدونم چرا، اما نمیخواستم که با شهرت بخورم. هنوز من خودم جواب داده نمیتونم که نمیخواستم بخورم، گرچنده که تا این زمان من بارها با شهرت در مسکو بخوری ها داشتم، بارها و بارها در توی ها، در زاد روز ها، یا که بخوری های خصوصی که هر دومو داشتیم. و بخوری آخرین من سببش مبارز شد، مبارز اقداد شایف، مبارز یکی از دوستای جوانی من است. من همیشه میگم که برای من دوستی از همه بالا است. وقتی که مباری از من خواهش کرد که باید با همین شهرت بخورم، من گپ دوستی عزیز خودم دست گپ مباریزه نگرداندم و به شهرت بخورم. همین بود وای قصه بخوری من با شهرت در یکی از طربخانه های شهری بروکسل. بعضی واقعیت هایی هستن که حتما باید گفته شوند. مثلا در روسیه یک اینستیتوت، یک شاخه حکومت هست که این واری و زکانه میگن. مثلا
واری وزکانی را میتواندم دزدهای قانونی یا مافیا یا گونچ ترجمه کرد، لیکن این یک پدیده و خاصی روسیه است. مثل کلمه های ودکا، بلالایکا، ماتریوشکا، پریسترویکا، ترجمه کردن اینها خیلی و خیلی مشکل است. اما در روسیه نمیتوان به همین رابطه با واری وزکانی یکان کاری جدی انجام داد. از یک دوکان کوچک تا یک شرکت بزرگ، تا یک شرکت فراملی، حتما از حساب همین واری وزکانی کوراتور دارد، یعنی آدمی که کنترل میکند. تمام روسیه بین همین گروه ها پن شده است. من پنهان نمیکنم با چندین از همین نماینده های آدمی واری وزکانی مناسبت خوب داشتن، مهمانی میموندن، مهمانی میرفتن. بیشترشان بسیار آدم های عدالت خواه هستن. اینا یک الٹرناتیو به دادگاه بودن، الٹرناتیو به برای به حق، تصور کنید برای به حق رسانیدنی مشکل یک نفر بودند. اما اینم این اینستیتوت هم امروز دارد و ایران می شود. ما تاجیکای عالم جنایی که در چی است، در روسیه است، حتی مافیا گفته نمی توانیم. مافیا هم قانونی خودش دارد. اما در تاجیکستان، در عالم شرطی جنایی تاجیکستان، ملا هم هست، قاضی هم هست، مولوی هم هست، تروریست هم هست، قاتل هم هست، سفیر هم هست، وزیر هم هست، جنرال هم هست و حتی تا دستگاه رئیس جمهور. امروز در تاجیکستان مردم کار ندارن. حکومت هر چیزی که میتونست از گاوهای تاجیکستان جوشید. همه گاوها یا قصیر موندن یا که دیگه نه علف خوب دارن، نه خوراک خوب دارن، دیگه از شیر دادن موندن. و چشم حکومت هم به سوی یعنی مهاجره است. همه همینا میخوان که از حساب مهاجره زندگی کنن. از روی حساب های تخمینی از 5 تا 7-8 میلیارد یک سال مهاجران تاجیک در روسیه کار میکنن، در روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر. تصور کنید بسیار رقمی کلان است این. و هر کسی که همین مهاجران را کنترل میکند، نظارت میکند، آینده تاجیکستان در دست انهمو گروه، شخص یا حزب است. شهرت یخشمرادوف هم تاجر بود، هم یک ورزشکار نامی بود و در چندین مسابقه های جهانی دست بالا شده بود. اما وقتی به مسکو آمد، حتما باید که یا برای خودش اونچنانی که میگویند کریشه میافت، یعنی یک حمایتگر از عالم جنایی، یا که خودش حمایتگری خودش میشد. این همین پدیده ای که امروز کم آدم ها به این اهمیت میدهند، این همین مهاجرهای هستند که در روسیه و کشورهای دیگر کار میکنند. این همین عربکش ها آینده تاجیکستان معین میکنند. و بدبختانه هم طرفداران حکومت، هم حزب های سیاسی، حتی گروه هایی که در عراق و سوریه می جنگیدن، از حساب همین مهاجران پول می گیرن، مبلغ می گیرن. و نیروهای اپوزیسیونی هم شما ببینید، هم من امروز درباره مهاجر می گوید، آوای مهاجر، یشت مهاجر، سرواده مهاجر، چکامه مهاجر، همه از مهاجر میگن. برای اینکه مهاجران در تاجیکستانی که سراسر بیکاری است، یگانه جایی که میتوانند مردم از اونها یک سود گیرند، قواهای سیاسی و دیگر شخصیت ها، این همین مهاجرهای بیچاره هستند که همه بدبختانه کسی در غم مهاجر نیست. همه در غم آن هستند که از کسی مهاجر چی کشند. جنگ های خونین در بین گروه ها، محل ها، حزب ها، منطقه ها، ناحیه ها، برای نفوذ پیدا کردن، یعنی به دست خود گرفتن
مهاجران و مبلغی که آنها کار میکنند به اوج اعلا رسیده است. من نمیدانم که با چند کس دیگر کشته میشود، چند کس دیگر ناپدید میگردد، چند کس دیگر زندان میگردد. اما در همین نبرد، در همین آوردگاه حکومت تاجیکستان هم شرکت دارد و کوشش میکند که یک نفری خودی را در روسیه وارد زکان تعیین کند یا انتخاب کند یا کمک کند که یک نفر آدم خودی همین حکومت وارد زکان شود. زیرا ماهانه یک وارد زکان از ماهانه 10 سفیر، 10 وزیر و حتی از پرزیدنت تاجیکستان بالاتر است. برای همین ما در آینده انتظاری جنگ های نو به نو، کشتار های نو به نو، قتل های نو به نو می شویم. خدا به همراه.